سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. شان هستم و توی این ویدیو با هم دیگه قراره که موزیک قلب شیشه‌ای از پوپون یاد بگیریم. تبلچر، آکورد، مت، همه اینا داخل چنل تلگرامم و همینطور میتونید من تو اینستا دنبال کنید. اونجا هم یه ورژن یه دقیقه از این موزیک میذارم و اونجا نزدیکترین به هم. تو رگیری ها حتما شرکت کنید. تو یوتیوب و اینستاگرام لینک همشون داخل دیسکریپشن هست و اگه این محتوا رو دوست دارید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نظرتون رو حتما برام بنویسید و بنویسید که چه موزیکایی دوست دارید که براتون آموزش رو ضبط کنم. همین پایین برام کامنت کنید. خیلی ممنون. بریم سراغ آموزش. قبلش توضیح بدم راجع به موزیک. ریتم 4/4 داره، آرپژ داره و آکورد. همه رو با هم دیگه کار میکنیم. اول میریم سراغ آرپژش، ببینیم که چجوری آرپژ میتونیم بزنیم. دقت کنید پوزیشنی که ما روی دست گیتار میگیریم به این شکله. انگشت دو ما فرد دو سیم سه و انگشت چهار ما فرد سه سیم دو. خیلی مهمه که ما انگشت چهار رو بذاریم و انگشت سه، چون ما به این دوتا انگشت دیگه‌مون نیاز داریم. اوکی، خب ما این دوتا رو گذاشتیم و ضرباتی که میزنیم روی سیم ها به این شکله. تبلچرش همین پایین هست، دست و تلگرام میتونید دانلود کنید. یه بار براتون میزنم کامل قسمت آرپژش رو، بعد با هم دیگه یاد میگیریم. پوزیشن رو یاد گرفتیم. پس همونطور که دیدید انگشت 3 و 4 من ثابته و انگشت 1 و 3 داره تغییر میکنه در این آرپژ. ضربه اولی که ما میزنیم آزاد رو سیم 5 و بعد 3 2 1. اوکی، پس 5 3 2 1 2 3 2 5. خیلی آسونه. و بعد از اینکه اینو زدیم انگشت یک ما میاد رو فرد دو سیم پنج میشینه و دوباره همین تکرار میشه. و بعد از اینکه اینم زدیم انگشت سه ما میاد رو فرد سه سیم شیش میشینه و این بار آرپژمون متفاوت تره. سیم شیش رو میزنیم سه دو یک، ولی به جای دو سه دو میزنیم دو یک دو. پس این آرپژ در طول آهنگ تکرار میشه و شما میتونید از اول تا آخر اینو بزنید. اصلا رو همین آرپژ شروع کنید به خوندن. مثلا من دیگه دست شدم نمیبینه چشمو، فکر میکنم تموم میکنیم آخر امسان، دیگه صبح خیر رو نمیگیم تو تکسان، رابطه رو نگهش داشتیم فقط با سکس مان. به این شکل میتونید از اول تا آخرش راحت بزنید. آرپژ یه خورده سخت‌تر آرپژ خوندن، ولی خب تمرین کنید خیلی اوکی میشه. این از آرپژ کار بود. بریم سراغ آکورد و ریتم این آهنگ، ببینیم چجوری میتونیم با آکورد ریتم بزنیم. خب آکورد اولی که باید یاد بگیریم آکورد لا ساس فوره. انگشت یک ما فرد دو سیم چهار، انگشت دو ما فرد دو سیم سه و انگشت چهار یا انگشت سه ما میتونه بیاد رو فرد سه سیم دو، که من انگشت چهار رو میگیرم، راحت تره. لا ساس فور. آکورد بعدی آکورد سی مینوره. انگشت یک ما باره فرد دو رو میگیره، انگشت دو ما فرد سه سیم دو، انگشت سه ما فرد چهار سیم چهار و انگشت چهار ما فرد چهار سیم سه رو درگیر میکنه، که به این شکل هم میشه گرفت چون ما سیم شیش رو لازم نداریم، میتونیم با نوک انگشتمون میوتش کنیم، ولی خب میتونیم کامل بگیریم و به این شکل میوتش کنیم، کاملا سلیقه‌ایه. و آکورد آخر سول ماژور، که هم میتونیم به شکل باره بزنیم و هم به شکل سردسته، که من سردسته رو اینجا میگم، کسایی که باره رو بلدن که دیگه هیچی. واسه آکورد سول ماژور سردسته انگشت دو ما فرد دو سیم پنج، انگشت سه ما فرد سه سیم شیش و انگشت چهار ما فرد سه سیم یک، یا میتونیم به این شکل بگیریم، کاملا سلیقه. من خودم این شکلی میگم. خب بریم با هم دیگه ریتم کار یاد بگیریم. این آکوردا به ترتیب بود. خب ریتم ما ریتم ساده 4/4 تو خیلی از موزیکای از این ریتم استفاده کردیم. یه ریتم پرکاربردیه. به این شکل براتون اول میزنم. خب
خب ضربات ما به چه شکله؟ پایین، بالا، بین پایین و بالای اول هم یه مکس داریم، پس پایین، بالا، آپوگادو، بالا، پایین، بالا. پس ضرباتمون دوباره پایین، مکس، بالا، آپوگادو، بالا، پایین، بالا. از اسلو به تند میریم. چه فارسی انگلیسی رو قاطی کردم. آکوردو به ترتیب همونجور که گفته شده لاساسفور، سیمینور و سول ماژوره. زیاد با کاپو نمیشه این آهنگو زد، یه خورده سخت میشه چون ما سیمینور داریم توی آهنگمون و یه خورده داستانو سخت میکنه، مگر اینکه رو فرد دو ما کاپو ببندیم و لاساسفورمونو بخوایم به شکل سردسته بزنیم که اونم یه خورده سخت میشه. پس سعی کنید که همین یه دونه باره رو حداقل بزنید و اوکی باشید. پس من دیگه خسته شدم، نمیبینه چشمون، میکنم تموم کنم آخر امسان، دیگه شب بخیر رو نمیگیم تو تکسون، رابطه رو نگهش داشتیم فقط تو سکسون. من دیگه خسته شدم، نمیبینه چشمون، میکنم تموم کنم آخر امسان، دیگه شب بخیر رو نمیگیم تو تکسون، رابطه رو نگهش داشتیم فقط تو سکسون. دو حالت زدم، یه دونه سول ماژوری که سردسته بزنیم، یه دونه سول ماژوری که با باره بزنیم. ترتیبش به همین شکل آکورد همجوری تکرار میشه و شما میتونید تکس آهنگ روش بخونید. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه، دوستش داشته باشید. خیلی ممنون که منو تا اینجا دنبال کردید. اگه اون دو تا ویدیو اینجا اومده اینا رو من بهتون معرفی کردم، میتونید اینا رو از کانال من ببینید و لذت ببرید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.